شومپیتر متفکری هنجار شکن بود و دیدگاه او درباره رقابت با اقتصاددانهای دیگر فرق داشت. در دیدگاه شومپیتر رقابت ربطی به تعداد شرکت‌های کنونی ندارد، بلکه زمانی که اقتصاد رقابتی است که شرکت‌های جدید به سادگی بتوانند وارد رقابت شوند و بازار را به چالش بکشند. برای مثال فرض کنید دو جزیره به تولید آب نبات مشهور هستند. در جزیره شرقی 10 شرکت به فروش آب نبات می‌پردازند و در جزیره غربی فقط 2 شرکت. اقتصاددانهای جریان اصلی می‌گویند که این صنعت در جزیره شرقی رقابتی‌تر از جزیره غربی است. اما بیایید نگاهی دقیق‌تر بیاندازیم. در جزیره شرقی دولت به شرکت‌های محدودی مجوز ساخت شرکت و تولید آب نبات می‌دهد. هر شرکت برای مجوز گرفتن باید مسیری طولانی و پرهزینه طی کند. هر ساله باید به مأموران دولتی گزارش بدهد. در کنار این، دولت به شرکت‌های خارجی تولید آب نبات مجوز نمی‌دهد و کسی اجازه خرید آب نبات‌های خارجی را ندارد. نتیجه این سیاست‌ها این است که شرکت‌هایی که مجوز گرفتند می‌توانند با هر قیمتی که دلشان می‌خواهد محصولات خود را به فروش بگذارند. اما در جزیره غربی هیچ محدودیتی برای تعداد شرکت‌ها و واردات آب نبات وجود ندارد و هر شرکتی می‌تواند وارد رقابت شود و با دو شرکت کنونی رقابت کند. این آزادی بازار باعث می‌شود دو شرکت قیمت‌های خود را پایین نگه دارند و نوآوری‌هایی به مانند طعم‌های مختلف و ارسال در به منزل داشته باشند، زیرا همیشه رقبای جدید می‌توانند وارد رقابت شوند و آنها را از بازی بیرون کنند. شومپیتر به ما یاد می‌دهد به جای نگرانی درباره تعداد شرکت‌ها، ما باید نگران محدودیت‌ها و قوانینی باشیم که مانع ورود رقبای جدید به عرصه رقابت می‌شوند.